سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خیلی عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید و تو این ویدیو از اونجایی که خیلی درخواست کرده بودید که آقا ویدیو تحلیل بذار، ما تو این ویدیو میخوایم راجع به هک شدن دوربین های زندان اوین با هم دیگه صحبت بکنیم. خب موضوعی که وجود داره اینه که خب تا به امروز که من دارم این ویدیو رو میگیرم، واقعیت هیچ گونه در واقع سندی نسبت به اینکه آقا چجوری این دوربینا هک شده ارائه نشده. یعنی ما الان سناریو رو نمیدونیم، یعنی هیچ اصلا سندی ارائه نشده و هیچ تحلیلی هم ارائه نشده. و صحبتی که من دارم اینجا براتون میکنم بیشتر یه فرضیه است. خب یعنی فرضیه‌ای که شما خودتون میتونید فکر بکنید و ببینید که چقدر به واقعیت نزدیکه. حالا به نسبت اتفاقاتی که ما دیدیم توی ویدیوها، من میخوام نسبت به اونا براتون صحبت بکنم. بازم میگم این ویدیو صرفاً صحبتایی که من میکنم یه فرضیه است و میگم هیچ گونه منبع رسمی نه اینو تایید میکنه نه اینو تکذیب میکنه، ولی خب چون چیزی ازش وجود نداره برای همین ما سعی میکنیم فرضیه که داریم رو ارائه بکنیم خدمتتون. و با من همراه باشید بریم روی دسکتاپ که همزمان حالا یه سری اخبار و اینجور چیزا رو بهتون نشون بدم و تحلیل ما هم دیگه ادامه بدیم. خب حالا جریان در واقع هک شدن دوربینای زندان اوین بچه ها چی بود؟ توی مرداد 1400 در واقع یه گروهی به نام گروه عدالت علی به این اسم در واقع خودشون رو معرفی کردن، یک سری در واقع تصاویر و فیلم ها از در واقع دوربینای زندان اوین اومدن انتشار دادن. حالا یه سری از خبرگزاری ها دادن و انتشار پیدا کرد و خب اینا ادعا کردن که آقا ما اومدیم و دوربینای زندان اوین رو هک کردیم. حالا اگه بیاید و عبارت هک دوربینای زندان اوین رو سرچ بکنید، یه سری از خبرگزاری راجع به این موضوع صحبت کردن. مثلا اینجا بی بی سی رو دارم که حتی مثلا میگم توی این مورد نوشته که حالا اون سخنگویی که بوده گفته که آقا این اصلا نفوذی به دوربینا انجام نشده و خب صحبتش این بود که آقا عامل انسانی اونجا بوده، یعنی یه شخصی اونجا بوده که در واقع می اومده و این اطلاعاتو میداده به اون گروهه و اون گروهه اینو پخشش میکرده. صحبتی که حالا توی خبرگزاری ها انجام شده، نه همه خبرگزاری ها، بعضیاشون هم در واقع صحبت های دیگه ای داشتن، اما ما کاری به این صحبت ها نداریم. خواستم یه مقدمه‌ای به این موضوع بهتون بگم. اما اصل جریان چیه؟ ما میتونیم چجوری این مورد رو تحلیل بکنیم برای خودمون؟ میگم هیچ گونه سندی بچه وجود نداره. چیزی که من دارم میگم صرفا یه فرضیه است، نمیشه ردش کرد نمیشه تاییدش کرد. خب ولی چیزیه که به نسبت اتفاقات و چیزایی که حالا ما میبینیم میشه این قضیه رو راجبش صحبت کرد. موضوعی که وجود داره اینه که من میام اینجا دیگه پلی نشه بهتره. خب چه اتفاقی افتاد؟ تصویری که ارائه شد این بود که حالا توی صفحه میبینید اینجا مثلا اتاق کنترله که در واقع این مسئولشه، در روی مانیتورها شما تصاویر دوربینا رو دارید که یهو اینا بعضی از این مانیتورها یهو تغییر میکنه و یه حالا پیامی میاد که یه پیام در واقع سیاسیه، یه همچین پیامی اومد که در واقع روی مانیتورها ما میبینیم اینجا میبینیم. اینم که حالا چی و یه همچه چیزی اومد و این فیلم ها پخش شد و خب اینا طبق خبرگزاری ها و صحبت هایی که حالا تو خود ایران مسئولین انجام دادن، گفتن که آقا حمله عامل انسانی داخلش بوده و خب اینجا میتونیم متوجه بشیم که نبوده، آقا واقعا هک شده بوده. چون در واقع فیلمش که پخش شد متوجه شدیم که آقا این صفحات اصطلاحا دارن تغییر میکنن، یا اصطلاحا تو هک ما بهش میگیم دیفیس، داره دیفیس انجام میشه روی مانیتورها و اینا دارن تغییر میکنن، پس حمله یه سایبری بوده. اوکی این تا اینجای کار. حالا چجوری این کارو کردن؟ و این فرضی که میشه بر این گرفت اینه که آقا خب زندان اوین یه جای امنیتیه بچه ها. یعنی چی؟ یعنی قطعا تجهیزاتی که داره استفاده میشه و سیستمایی که دارن دوربینا رو کنترل میکنن قطعا به اینترنت وصل نیستن. این که میگم قطعا نباید اینجوری باشه، ممکنم خطایی رخ داده باشه و یه نفر اینا رو وصل کرده باشه، حالا به هر دلیل و طریق و اشتباهی یا حتی از عمد باشه چه همینجوری باشه، ما کاری نداریم. میخوام بگم که امکانش وجود داره. حالا اگه اینا وصل باشه به اینترنت، موضوع مشخصه. خب موضوع مشخصه که خب یه نفر قطعا اون گروه اومدن و اون آی پی رو پیدا کردن و اتک زدن یا حمله کردن.
اما اگه بخوایم درستش رو فرض بکنیم با هم دیگه که آقا اینا اصلا دسترسی نداشتن، یعنی این دوربین ها و این سیستم ها وصل به اینترنت نبودن، در واقع اتفاقی میفته اینه، اینکه آقا یه شخصی در واقع تونسته وارد محیط زندان بشه و قطعا حالا شبکه‌های زندان به طوریه که در واقع معمولا ریپیتر براشون میذاره، یعنی یک شبکه وایرلس اصلی داره و اون ریپیتر ها میان در واقع اون تقویت میکنن اون سیگنال ها رو و کل محوطه رو اصطلاحا ساپورت میکنن، چیزی که حالا میشه از این قضیه درآورد به این صورته و میشه فرض رو بر این گرفت که خب یه شخصی تونسته وارد بشه، حالا با هر راهی، کاری نداریم به اونش، این کسی اونجا داشته یا اصلا هر چیزی، کاری نداریم، من نگم اینا رو بهتره، و طرف تونسته وارد بشه و خب تونسته دسترسی پیدا کنه به شبکه وایرلس زندان. یعنی تا اینجا میشه این فرض داد و اگرم که میگم به اینترنت وصل باشه تجهیزاتشون، که خب مشخصه آی پی آر پیدا کردن و نیازی هم نداشتن که بخوان تو محیط زندان باشه، اما اینکه تونستن به وایرلس زندان دسترسی بگیرن باز در واقع میشه گفت سناریوی منطقی تری میتونه باشه، چون به حال زندان امین واقعا جای حساسیه و این اشتباهی به این فاحشی رو در واقع بعید میدونم که انجام شده باشه. حالا به حال من نظریه های مختلف رو میگم دیگه تصمیم با خودتونه. خب پس اینا دسترسی پیدا کردن به وایرلس رو تونستن هک بکنن. اوکی، بعد از اون وارد شبکه زندان شدن، یعنی بعد از اینکه وایرلس هک کردن به اون سناریو که من بهتون گفتم که یک اکسس پوینت یک وایرلس مرکزیه و بقیه سیگنال ها در واقع ریپیت میشه، اینا تونستن به اون شبکه زندان دسترسی پیدا کنن. حالا اتفاقی که افتاده رو صفحه مانیتور اینجا ببینید، ویندوز 10 اینجا داریم، اینا یه سرش ویندوز 7 هن. حالا من اینو نمیدونم بتونم یه کاری کنم که این تصویر کامل چیز بشه. آینه مثلا ببین اینا ویندوز 7 هن، اینا ویندوز 7 هن. خب یعنی ویندوز هایی که اونجا استفاده میشده یه سرش 10 بوده یه سرش 7 بوده. اوکی، پس اینا از حالا یه سری ویندوز های جدید استفاده میکنن و یه سری ویندوز هاشون هنوز قدیمی بوده. اون شخصی که تونسته وایرلس رو هک بکنه و وارد شبکه بشه، در واقع اینجا این فرضیه به وجود میاد که آقا این صفحه‌ای که شما مشاهده میکنید در واقع صفحه‌ای که زمانی این صفحه به وجود میاد که پروسه اصطلاحاً اکسپلویت کردن یا بهره برداری از یه آسیب پذیری رخ میده، که این دقیقاً اصلا این صفحه‌ای که اینجا شما میبینید در واقع صفحه‌ای که یعنی اون اکسپلویتی که استفاده کرده هکر اکسپلویت اترنال بلو بوده. اترنال بلو بچه ها یه آسیب پذیری بود توی در واقع SMB ویندوز، سرویس SMB ویندوز، و توسط یه گروهی به نام شادو بروکر چندین سالهای پیش در واقع انتشار پیدا کرد. در واقع این آسیب پذیری مال NSA بود، NSA استفاده میکرد برای خودش که اونا بخشش کردن، و اگه کار کرده باشید بدونید که زمانی که از اون اکسپلویت استفاده کنید معمولا به این صفحه میرسه، بعضی اوقات قاطی میکنه و به اینجا میرسه، توی پروسه اکسپلویت به مشکل میخوره و به اینجا میرسه. خب این تا اینجا این فرض رو ما گفتیم. مورد بعدی این که اگه اینجا دقت بکنید این ویندوز 10 بچه صفحهش عوض نمیشه. نگاه کنید ببینید اینجا این ویندوز 10 عوض نمیشه، ویندوزایی که عوض میشن 7 هن. خب یعنی مثلا حالا شاید بگید آقا چرا این تغییر نکرد، خب این اصلا ریستارت شد، خب یعنی کلا ریستارت شد، حالا ایسوس هم هست دیگه و ریستارت شد، ولی خب ویندوز 10 تغییر نکرد. میشه این فرضیه رو در نظر گرفت که آقا این اتفاقی که داره میفته از طریق همون آسیب پذیری اترنال بلوه. یعنی چی؟ یعنی هکر وایرلس هک کرده، رفته تو شبکه، یه اسکن کرده، شبکه رو بررسی کرده، دیده آقا یه سری ویندوز 7 وجود دارن که آسیب پذیری اترنال بلو روشون کار میکنه، و با این در واقع تصویرایی که ما داریم میبینیم، میگم دیتامون خیلی محدوده، ما داریم نسبت به این در واقع سراجبش صحبت میکنیم، و اومدن تست کردن و تونستن این سیستما رو در واقع هک بکنن، اونایی که ویندوزای 7 و سرویس SMB رو داشتن و SMB شون آسیب پذیر بود به اترنال بلو. این خیلی مهمه، مثلا این ریسیت شد، خب مشخص نیست چرا ریسیت شد، ممکنه اصلا آسیب پذیری نداشته باشه، ممکنه تو پروسه اکسپلویت به مشکل خورده باشه، اما موضوعی که وجود داره هکر اومده اصطلاحا پریویلیج اسکلیشن هم انجام داده. یعنی چی؟ یعنی بالا بردن سطح دسترسی، چون شما زمانی که بخواید
صفحه مانیتور رو دیفیس بکنید، نیاز به بالاترین سطح دسترسی تو اون سیستم عامل دارید و نمیتونید در واقع همین جوری با دسترسی عادی این کارو بکنید. پس مشخص میکنه که هکر پریویلیج اسکلیشن یا بالا بردن سطح دسترسی هم اینجا انجام داده که تونسته یه سری صفحات رو به اصطلاح تغییر بده یا دیفیس بکنه. این فرضیه تا اینجا پیش میره و خب این که اصلا ریستارت شد، خب میگم باز دو حالت وجود داره، یعنی که اصلا آسیب پذیر نبوده، یعنی که تو پروسه اکسپلود اتفاق افتاده. این هم که اصلا رو همون صفحه آبی میمونه و مشخصه که تو پروسه اکسپلود به مشکل خورده. و میریم جلوتر، حالا راجع به چیزای دیگه هم صحبت کرده، اتک های دیگه که قبلا داده بود این گروه، کاری نداریم ما فعلا اینجا بحثمون زندانه میره. باز این اتفاق افتاده، یعنی وایلس زندان زدن از اکسپلویت اترنال بلو استفاده کردن و تونستن صفحات رو دیفیس بکنن. حالا موردی که وجود داره، شاید خودتون بپرسید آقا اینا تصاویر رو از کجا آوردن، تصاویری که در واقع دوربینا گرفته رو از کجا آوردن. ببینید توی این تصویر، اینجا اتاق کنترله، یعنی روی همه اصطلاح این مانیتورها یه سیستم عامل نصبه. خب یکی از این سیستمایی که تو این شبکه است قطعا سیستمیه که توش اطلاعات دوربین ها داره ذخیره میشه، یعنی به هر یه سیستمی باید باشه که اون اطلاعات ذخیره بکنه. و خب اینا اون قطعا اون سیستم آسیب پذیر بوده و اونا تونستن بهش دسترسی پیدا کنن و خب اطلاعاتی که توی اون سیستم بوده که مربوط به دوربین ها بوده رو تونستن بردارن، یعنی یه کپی ازش بردارن و این کارو انجام دادن و در نهایت تونستن که کل دیتا ها رو داشته باشه. حالا اینکه چقدر اینا دیتا داشتن هم مشخص نیست، ممکن اصلا 10 گیگ اطلاعات فقط برداشته باشن از دوربین ها. میخوام بگم که این چون حجم اطلاعات قطعا برای یک ویدیو بالاست، مخصوصا زندان اوینی که این همه دوربین داره و اونا قطعا نتونستن همه ی دیتا رو استخراج بکنن و یه مقدارش رو برداشتن و همونم خودش به هر کلی داستان درست کرده دیگه. و خب حالا باز میگم فرضیه‌های دیگه هم وجود داره که در واقع راجبش صحبت شده، ولی چیزی که بیشتر به نظر میاد اینه، به نسبت میگم من صرفا به نسبت همین 4 تا مانیتور دارم این صحبت ها رو میکنم، هیچ گونه سندی هیچ گونه دیتایی برای این حمله وجود نداره متاسفانه، ولی چیزی که من متوجه شدم به این شکل بود که هکر تونسته وایلس رو بزنه از طریق، حالا من حدسم برای اینکه از طریق متاسپلوید این کارو کرده، یعنی از اکسپلویتی که تو متاسپلوید بوده به نام اترنال بلو استفاده کرده و بعد از اون اومده دسترسیشو ارتقا داده که تو ویندوز 7 اگر میام کار کرده باشی میدونید تو متاسپلوید کاری نداره که بخواد دسترسی تو ویندوز 7 ارتقا بدی، هزاران تکنیک وجود داره. و بعد از اون اومده صفحات رو دیفیس کرده و خب یکی از این سیستم ها که حالا یا خودش مستقیم وصل بوده یا در واقع وصل بوده به اون دستگاه مربوط به دوربین ها، این تونسته وارد بشه و اطلاعاتو کپی بکنه، شاید هم از رو پنلش کپی کرده، یعنی رفته صرفا دوربینا رو لایو آورده و ازش فیلم گرفته. این فرضی هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی اومده مثلا توی مرورگر مثلا دوربین رو باز کرده و همونجا ازش فیلم گرفته، میدونید، یعنی این شاید اینم وجود داشته باشه. میخوام بگم که فقط این نیست که از تو هارد برداشته، ممکنه همونجور لایو هم اومده در واقع دیتا رو کپی کرده و ازش فیلم گرفته. چون یه نمونه ویدیو هم من دیدم که طرف با گوشی گرفته بود، همین گروه عدالت علی رو صفحه مانیتور داشت با گوشی میگرفت و مشخص بود که خب یه سری تصاویرم اینجوری دارن انتشار میدن. به هر حال و در نهایت این اتفاقی بود که برای زندان اوین افتاد و فرضیه اینه، میگم بچه فرض بعد برداشت نشه، خب من بدون سند و مدرک دارم این حرفا رو میزنم و صرفا این یه تحلیله و در واقع این که واقعا این درست باشه یا غلط باشه برایش سندیتی وجود نداره. به نسبت همین 4-5 تا مانیتور من دارم این صحبت ها رو میکنم دیگه، این دیگه به خودتون بستگی داره که چجوری بخواید این موضوع رو باور کنید که اصلا اینجوری اتفاق افتاده یا یه جوری دیگه اتفاق افتاده. ولی میگم عامل انسانی میگن دخیل بوده و ولی خب بحث هکینگ قطعا بوده، ولی خب این که میگن آقا کلا یه عامل انسانی بوده که اطلاعات داده بیرون، نه اینجوری نبوده، چون ما اینجا شاهد هستیم که در واقع داره این اتفاق اون دیفیس صورت میگیره. و همین، امیدوارم که از این تحلیل لذت برده باشید بچه ها. من سعی کردم خیلی ساده صحبت کنم و زیاد از کلمات تخصصی اینجور چیزا استفاده نکنم که همه دوستان بتونم خیلی راحت این موضوع رو متوجه بشن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لایک و
کامنت یادتون نره، اگه تو یوتیوب این ویدیو رو میبینید، اگه تو تلگرام میبینیدم ریاکشن فراموش نشه، اگه هم تو اینستاگرام میبینید که دیگه مشخص لایک و کامنت فراموش نشه. مراقب خودتون خیلی باشید تا ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.